سلام عزیزانم، امیدوارم روز خوب دل خوش سلامتی شروع کرده باشین. سلامتی برای همه تون. من این آوردم این بر برای اینکه خیلی نور تو اون یکی ویدیوه بود و این وقتی درست بشه من خودم جلوی دوربین وقتی میذارمش رو میز حرف میزنم. معمولا دوست ندارم خیلی حرف بزنم توی ویدیو، ولی سلامتی برای همتون میخوام. یعنی صدام متاسفانه خوب بر نگشته بخاطر دارویی که استفاده میکنم برای کلیه ها. امروزم باز دکتر بودم، باز این هفته هم نمیشه رانندگی کنم کار کنم بخاطر داروام، ولی فردا مهمون برام میاد از شهرستانه، از یه شهرستانی به خاطر کلیهامه میخوان سر بزنن، شاید یکی دو روزم بمونن. گفتم پس من یکی دو تا از غذاهامو امروز درست کنم چون دست تنها سخته، زرم حال ندارم. گفتم این قرمه سبزی شاید اولای ویدیوام گذاشتم، ولی به خاطر دوربینم خوب نبود، خوب در نیومد، ولی خیلی خوب نگاه کرده بودن. بعد یه زبان گورساله هم دارم و شاید اونم درست کنم. بعد از این اونو درست کردم برای تیک تاک تقریبا 3 ماه پیش. یه روز یادمه 2500 نفر فقط نگاش کرده بودن، خیلی هم لایک خورد زبانه. الان من میرم برای قرمه سبزیه، میگم که چه چیزایی توشه و من چه چیزایی استفاده میکنم. تقریبا من سبزی این خیر توشه و سبزیای قرمه همه نوعه، ولی من تابستون میخرم فریزش میکنم به خاطر اینکه اینجا همیشه سبزی ما نداریم متاسفانه توی کشورمون. یه مقداری هم از پیازچه هم ریختم توش، ولی خیلی توش سیر هست، خیلی خوشمزه میشه. و یه دونه هم من سبزی قرمه نوشته روش سرخ شده، من قبلا هم استفاده کردم، خوبه، ولی 70% من اینو قبولش دارم برای اینکه خوب سرخ نشده، باید سرخ بشه. من اینو اول از همه سرخ میکنم، بعد اون یکی میریزم روش چون یکی تازه است. بعد سعی میکنم آبشو کاملا بریزم، چون من اصلا دوست ندارم اینه که توی بسته بندی هم آبشون باید بره چون خیلی خطرناکن، چند بارم قبلا گفتم. سرخ من میکنم. بعد یه دونه نمیدونم دقیقا چند گرمه، پیداش نمیکنم الان، ولی این تقریبا 200 گرم شاید باشه. گوشتم هم تقریبا 700 گرمه ولی با استخونه. رفتم الان گوشت گردنم بگیرم، گفتم یه ساعت دیگه علاوه نمیتونستم وایسم. معمولا من این رگایی که توشه در میارم میندازم چون این خیلی بدمزه است. سعی کنین درانی و گوشتش حتما گوشت تازه اگه باشه عالی میشه. و من الان 4 تا گذاشتم لیمو براش، لیمو رو الان باز میکنم چون باید قشنگ نگاه کنین، بعضی موقع ها توشون تپک زده. قول آقای جوادی یه بار گفتش که قرمه سبزی اون برای رستوران درست میکنه، گفت خراب کرده بود. و من از این لوبیا چیتیا دیروز عصری گذاشتم، چند بارم آبش رو ریختم، قشنگ خیس خورده، ولی یه لیوان پر بود، خیلی زیاد شده. من میپزمش ولی همشو نمیریزم چون خیلی زیاد شده، میشه لوبیا خالی دوست ندارم. ولی خب این میتونی بعدن که پختی فریزش کنی، هیچیش نمیشه. بعد ادویه من فقط فلفل سیاه میریزم و زردچوبه. زردچوبه رو یه قاشق و نیم با اینا چای خوریا، فلفل یه دونه و نمک همیشگیم به اندازه لازم. الان نمیدونم چقدر، من چشی همیشه، همه چیزام چشیه. کم کم میرم جلو، امیدوارم خوب باشه و صدام نگیره دوباره. مرسی از همتون که نگاه میکنید،
و نظرات خوبتون. مرسی اونایی که برام کامنتار نوشتین و نوشتین امیدواریم سلامتی برگرده. ممنونم از همه تون تک تک. اول از همه روغن میریزم یه مقداری که یه ذره گرم بشه. لوبیا هم گذاشتم همش بپزه که بعدن، ولی همشو نمیریزم، اینا رو الان من باز میکنم و روغن یه ذره گرم بشه من گوشت رو تفت میدم، بعد ادویه ها رو میریزم توش. تیکه تیکه میریم جلو. اینو من عزیزانم میذارمش یه ذره قشنگ تفت، اول تفت بخوره بعد قشنگ که تفت خوب ادویه رو میریزم، بعد سبزی ها رو میریزم توش تیکه تیکه، همیام جلو. کاسه نمیدونم امروز خیلی سریع کار نمی کنه، نمیدونم چرا، ولی دیروز باش یکی سوپم و قشنگ تون تون درست کرد، ولی باید برم یه دونه کپسول دیگه باید بخرم برای اینکه اینا خیلی کوچیکن این جدیدا. الان اول از همه فلفله، ولی زیاد شد، یه قاشق بیشتر نباشه. البته توی قرمه سبزی هر چقدر تون باشه خوشمزه است و یه قاشق رو پر اینجوری میریزم و یه ذره تفتش میدم، بعد قاطیش میکنم. من گوشت رو معمولا با استخون برای قرمه سبزی خیلی خوشمزه میشه، بعد میتونیم استخوناش رو دراریم یه ذره تفت بخوره، بعد میریزمش توی آرام پز. من امروز به آرام پز درستش کنم، چندین ساعت برای خودش به پزه یه ذره به چربیش من بالاست و بعد از این میخوام یه شاید یه غذای زبان گوساله هم بعد از این ویدیوشو کنم تا فردا خیلی کار نداشته باشم. برای سندویش میخوام براش درست کنم برای عصرونه. این الان یه ذره دیگه تفت بخوره. لیموارم من همه را باز کردم اینجوری، بعد اینایی که توشه این مغزها رو حتما اونایی که تازه کارن در بیاریم، چون که تلخه اگه توش باشه. بعد من این نیم ساعت آخر رو میذارمش. الان من این گوشتها رو دیگه میریزمه، بعد از این سبزیه سخن میکنم و آب جوش، همیشه آب جوش استفاده کنیم برای گوشت اینا. اینو عزیزان من دیگه الان خیلیشو خالی کردم، گفتم آخرش رو ببینیم. میریزمش توی آرام پزه تقریبا روی 7 ساعت، چون من اینو برای فردا میخونم، هیچ عجله ای ندارم، ولی اول میذارمش یه ذره رو این جوش بیا، چون این میشه گذاشت. بعد میذارمش رو خود دستگاه رو 7 ساعت. الان آب جوش رو میارم که ببینیم تا کجا من میریزم، خیلی کم میخوام بریزم. این آب جوش جوش کردم و الان دستگاه رو موبایل میارم جلو که شما ببینین، فقط اندازه یه انگشت یه ذره بالاتر آب میریزم و بعد لوبیارم آبش رو میگیرم و میذارم تو همین گوشته که باهاش بپزه. عزیزان نگاه کنی رنگش چقدر از همین الان رنگش عالی شده. من از دور میگیرم که بخار نگیره دوربینم. عالی شده و آبش نمیخوام بیشتر از این بریزم. الان رو بیارم میارم ببینی آبشو گرفتم. این عزیزانم امیدوارم صدام خوب باشه. من آبشو گرفتم، نگاه کنین از بس که لوبیاش خوبه. همیشه نگاه کنین اینایی که کوالیته خوب بخرین، جای خوب بخرینش. الان این 20 دقیقه نشد دیگه بسشه، آبشو گرفتم ولی همش زیاده. تا اونجایی که من چشیم میدونم شاید بیشتر از نصفشو میریزم میذارمش، هنوز نمی تا سرد بشه. اگه دیدم لازم داشت دوباره میریزم چند ساعت، ولی اینو الان میذارم رو دستگاهش که دیگه خاموش میکنم. اینو میذارم تو خود دستگاه
آرام پزه که برای خودش یواش یواش بپزه. از آبش هم من نمیریزم توش، برای اینکه آبش رنگ قرمه سبزیمو عوض میکنه. بیشتر از نصفش من میریزم و الان نظرم خوبه، ولی وای میسم یکی دو ساعت دیگه برمیگردم، اگه دیدم چیزه یه ذره دیگه میذارم توش، چون این اصلا دیگه پختش 20 دقیقه دیگه براش بسته. برای لوبیاه این دیگه الان میذارمش تو دستگاهه برای خودش بپزه. این دستگاه الان میارم جلو که شما ببینید. پس تا 7 ساعت هم میتونین بذارینش برای خودش با یواش یواش میپزه. این عزیزانم الان از 1 داره تا میاد به این طرف، آخریه میشه 7 و من ساعت میذارم براش بعد از 6 ساعت و نمیدونم تقریبا 7 ساعت. ولی خوب این دیگه آرام آرام برای خودش، چون داغ خودش نیم ساعت کمتر روی آتیشه بوده و آبش هم خیلی من کم ریختم، نمیخوام بیشتر از این باشه. نگاه کنین همه چیش عالیه، رنگش اینا خیلی از همین الان خوبه. ولی من باز دوباره میام نگاه میکنم یه چند ساعتی که پخت آب اینو عوض میکنم، آب لیمو، و لیمو رو بعد این آخراش اضافه میکنم که مزه بره توی گوشته. الان عزیزانم نیم ساعتی تقریبا نگاه کنین روغنش همه چیش عالیه. من نمیخواستم خیلی رنگش سبز بسوزه، رنگش عالیه، بیشتر از این نباید تفت میدادم دیگه. به نظر مزه نمکش هم کردم عالی بود. الان دیگه برای خودش 6 ساعت و نیم دیگه بپزه، 6 ساعت دیگه من لیمو را میذارم. ولی متاسفانه فکر کنم با صدای میکروفون خیلی بد شده. این عزیزانم قرمه سبزیه لیموارم ریختم توش، رنگش محشر شده، 7 ساعتم گذشت ولی من هنوز میخوام بیشتر از این بذارمش. مزهشم خیلی خوب بود، من مزه کردم، شاید به خاطر سیرش خیلی بو عالی پیچیده تو خونه و خیلی خوب پیش رفت. و وقتی تزیین کردم رو میز باز نشون میدم که چه شکلی شده. عزیزانم من برگشتم، تقریبا 70% کارامو کردم. الان فکر کنم 2 ساعت دیگه مهمونان میرسن. خیلی خوشحالم که میام بشرا، خیلی بشرا دوست دارم. یک تخم مرغ و یه دونه زرده من ریختم به خاطر برنجه. یه طرفشو میخوام مثل تحچین در بیار زیرش، یه طرفشو میخوام سیب زمینی بذارم. قبلا درست کردم ولی ویدیوش نکرده بودم. خیلی شکلش قشنگه برای وقتی مهمون داریم. بعد صدا نمیدونم چقدر خوبه، موزیکم گذاشتم به خاطر گلام. من همیشه تو خونه باشم موزیک ملایم میذارم به خاطر آرام، خیلی آرام بخشه. و اینقدر اینو به هم میزنم که نکف بکنم قشنگ. وقتی میذاری تو برنجه بریده بریده نباشه. الان یه ذره من زعفرانم دم کردم. زعفرانم همیشه به اندازه که لازم دارین درست کنین، برای اینکه مزهش فرق میکنه. بقیهشو میخوام بریزم رو زبانه و برنجه. اینجوری شد. بعد الان روغنم توش میریزم و خیلی کم من حرف دارم، اگه برسم خیلی کم هم حرف بزنم، ولی برنجم
الان باید بتره که خراب نشه. دیگه باید کنم برش دارم. امروز میخوام تو این قابلمه، قبلا درست کردم باهاش ولی ویدیوش نکردم، یه طرفش میخوام سیب زمینی بذارم، یه طرفش هم زرد که با ماسته و زعفران. بعد باید کم کم 40 تا 45 دقیقه رو گاز بمونه که اون شکلی که میخوام بهم بده. اینو من الان گذاشتم یه ذره گرم بشه، نمیخوام خیلی داغ باشه ولی گرم بشه. بعد گفتم روغن میخواد، روغن من همیشه چشی میریزم، شما نریزیم، اونه که تازه کارن من میریزم تا میدونم تا کجا اندازه کافیه. بعد الان اندازه 2.5 قاشق ماست میریزم توش، چون برای یه طرفش میخوام، برای کامل نیست. و اندازه 9 قاشق میخوام توش دارچین بریزم. دارچین خیلی خوشمزه میشه توی ته قابلمه، تو تهچین اگه باشه. و خیلی کم هم نمک من الان ریختم، خیلی خیلی کم. الان ماستم میریزم، زعفران رو ریختم. اندازه 2 قاشق پر من میریزم توش که کنم بستشه، بیشتر از این نمیخوام باشه، چون اگه بیشتر از این باشه برنج رو کلن تا نصف برنج رو میگیره، من نمیخوام، میخوام فقط یه نازک باشه. قشنگ به همش بزنیم، میتونین با دستگاه هم بزنین ولی من خواستم ببینیم چقدر باید به هم بخوره. روغن به اندازه کافی ریختم و اندازه خیلی 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 کم من توشم دارچین میریزم، اندازه 9 قاشق کوچیکه. خیلی کم، خیلی خیلی کم، فقط به خاطر این که مزش بره توی برنجه و بوی بعد تخم مرغ رو میگیره. و قابلمه باید داغ باشه اولاش که اینو میریزیم. من سیب زمینی هارم پوست گرفتم و گذاشتمش تو آب نمک که سیاه نشه. نازک نازک باید ببرین، خیلی نازک باشه که من کسی نیست ازم ویدیو بگیره، واسه همین من الان گذاشتمش یه ذره ازم دوره. اون وقت که میگیرم همه نور میفته توش، متاسفانه توی ویدیوی قبلی مال سوپه انگار بخار روی چیزه بود، ولی الانم امتحان کردم اونجا باز همون جوری شد، سریع آوردمش این بر که زیاد نور توش نباد. اولش عزیزانم یه ذره خیلی کم نمک تهش بریزیم تل قابلمه. اول من سیب زمینی ها را میذارم قشنگ این تهش و میذارم یه ذره توش بمونه تو روغنه. روغنش هم باید اینقدر باشه که اینا نچسبن روش. بعد میارم نزدیکی ببینی. اندازه اینقدر عزیزانم ببینید، نمیخوام بیشتر از این بریزم. سیب زمینی ها اینجوری گذاشتم و این سس که درست کردم مال ماس و زعفران و روغن و اینا همه تهش میذارم، ولی میذارم یه ذره بمونه. بعد برنجو توش قاطی میکنم و یه ذره باید بذار سفت بشه، نه از درک سری و
برنج سفید رو نریزین روش الان، باید یکم بمونه. عزیزانم اول امیدوارم صدا باز خوب بشه، انگار بد شده باز. من از اینا استفاده میکنم برای زیر برنجم، اول زیاد میذارمش بعد کمش میکنم، کم کم اینایی که تهشون میخواین سیب زمینی اینا بذارین باید 40 تا 45 دقیقه باید رو گاز بمونه که قشنگ در بیاد. من الان برنجو میارم، کم کم میریزم و میریم جلو. الان من اندازه 2.5 تا از این برنجه ریختم. بعد الان یه ذره باید با این کفگیره بزنم که قشنگ ببنده، بگه نه خیلی زیاد میشه ته دیگه، من نمیخوام خیلی زیاد بشه که بیشتر از این نچسبه رو این ماسه، همون که برنجی که ریختم بسته. بقیهش هم میریزم اون بر و وای میستم یه چند ثانیه ای و کمش میکنم، همش رو دیگه میریزم. بس بکشه برنج، قشنگ دم بکشه. خوشتون بیاد، به من خیلی دوست دارم آشپزی و مرتب کردم، تمیز کردم، ولی فقط تنها چیزی که اصلا دوستش ندارم ظرف شستن با دسته و خیاطی با دست، اصلا دوست ندارم. احساس میکنم عصبی میشم تو این دو کار خیلی بدم. بعضی کارا میرم ازشون دو سه تا سوال میکنم، یکیش همین مال با دست ظرف بشورم بدم میاد. من وقتی ظرف شویه خودم الان مال خودم قاطی کرد، از پایین مال پایینم و آوازم بالا، مال بالا آوازم پایین، ولی که مال طبقه پایینم از محشر ظرف میشد. متاسفانه این خانمی که آوردن برای خونه را تمیز کنه نمیدونم چه موادی رفته بود توی ماخینم، نزدیکی موتورش مشکل پیدا کرد و گارانتیش یه ماه و نیم پیش رفته بیرون. متاسفانه الان بردمش، امیدوارم درست بشه. خیلی ناراحت شدم برای تا الان هر کسی اومده تو این خونه ما به هر نحوی شده یه جوری ما رو اذیت کردن. حالا این اولاش خوب بود راستش، ولی به زنه دیروز گفتم، گفتم ببین اگه از اینجوری پیش بره من هر چی تو این خونه خراب میشه، چون اولاش هم کرد اومد خیلی من اذیت شدم، دیوار خراب شد، کلی من پول دادم که خونه رنوه را دوباره کردن، خیلی اذیت شدم. الان اینو چند تا من سوراخ توش میذارم به خاطر اینکه فقط بر اینجا نفس بکشه و گفتم بین 40 تا 45 دقیقه میذارمش دم بکشه. الان یه پارچه میذارم روش و میذارمش دم بکشه. اینو عزیزان من دیگه گذاشتمش قشن برای خودش دم بکشه، ولی هر چند دقیقه یه با میام یه باش این بر اون برش میکنم برای اینکه همش یه دستم بکشه. این گفتم بین 40 تا 45 دقیقه باید رو گاز بمونه به خاطر اینکه قابلمه تهش خیلی زخیمه، این قابلمه باید خیلی خوب دم بکشه. این از اینکه قالبی هم بتونم، امیدوارم در بیاد و کم کم من برم یه ذره تمیزکاری هم مونده و دیگه آخرای کارامه. سفرمون ندوشه حاضر کرده برای ماما، فامیلمون هم تو راهن، الان به زودی غذا هم میان و اینم نونا. ندوشه بریدشون، سبزی خوردنامون
الان برم یه چایم درست کنم. اینجوری که میگیرم توش روشنایی میاد، نمیدونم چرا. الان قرمه سبزیمون نکنه چقدر رنگش عالی شده، خیلی خوب شد. اینم برنجمون، اینم فامیلی هم بشرا عزیز هات ناسمه یشه کادو اله هم نگاه کنین چقدر کادو برامون آورده. این کادو همون الان دیگه خرزا میذارم، ولی یه ذره نمیدونم چرا دستم میلرزه، فکر کنم فشارم افتاده. از بیشتر از همه برای این خوشحال شده، برای روغنه. سیزار.